بینندگان محترم سلام بر شما. همان گونه که آگاه هستید، امروز آخرین روز سفر رئیس جمهور کرزی به هند بود. این آخرین روز دیدار آقای کرزی از هند بود و سفر 4 روزه رئیس جمهور کرزی پایان می‌یابد. بحث رابطه هند و افغانستان با مهمان این برنامه من جناب جنرال عتیق الله بریالی، آگاه امور سیاسی و استراتژیک منطقه، به بحث می‌گیریم. جناب آقای بریالی، به برنامه خوش آمدین. ما میخواییم بحث از جا آغاز بکنیم که باور شما چیست که نگاه هند به مسئله افغانستان برخواسته از چه سیاست هایی است و از کجا منشأ میگیره؟ با چه نگاه هند به افغانستان نگاه میکنه و سیاست خارجی خود را در قبال افغانستان تعریف میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مجموع هند نگاه خود بر دنیا متکی بر ای اصل گذاشته است که ای کشور به عنوان قدرت منطقه‌ای در حال گذار به تبدیل شدن به قدرت جهانی است و این نگاه شامل افغانستان هم میشه. افغانستان اونا در حوزه همسایگی دور خود میبینند و در اینجا تعریفشان از وضع این میباشه که نباید قدرتی در اینجا عمل بکند که معادله استراتژیک به ضرر هند تغییر بکند. و به همون خاطر هم بوده که به صورت سنتی حتی با وجود از اینکه رابطه نزدیکی با اتحاد شوروی داشتن، او را در دهه 70 و 80 مستقیما انتقاد نکردند، اما در صحبت ها و در رابطه دو جانبه همواره خواهان خروج این نیروها از افغانستان بودند. رابطه هند با افغانستان در چوکات رابطه دو تا کشور مستقل، در چارچوبات پاکستان ستیزی هند و در چارچوبات رابطه افغانستان و هند و امریکا در واقع خلاصه میشه. در مورد اول، هند به صورت سنتی به عنوان کشور اثرگذار در فرهنگ و تاریخ و ادیان تاریخی در این منطقه نقش محوری داشته و افغانستان هم به عنوان یکی از کشورهایی که در واقع فرهنگ و زبان فارسی را و مدنیت اسلامی را در او کشور انتقال داده، رابطه تاریخی نزدیکی داشتند. این رابطه چه قبل از عصر مدرن است، چه در عصر مدرن و عصر بعد از 2001. گذشته ها نگاه هند و افغانستان یک در چوکات کشور غیر مسلط بود، دو در چوکات رابطش با اتحاد شوروی. اما پس از 2001 این رابط از یک طرف بر محور جنگ علیه تروریسم قرار گرفت و دو هم در چوکات رابط با امریکا. در مورد رابط مستقل دو تا کشور، هندی ها به افغانستان یک به عنوان کشور مستقل انتظار دارند که این کشور به صورت حد اعظمی ضد پاکستان باشه، اما به صورت حد اقلی حداقل دشمن هند بوده باشه و این نگاه را اینا به صورت محافظه‌کارانه به صورت تاریخی در طی 60 سال از استقلال این کشور به افغانستان دوام دادند. در چوکات او تعریفی که پیشتر اشاره شد، اینا در حال گذار به قدرت جهانی هستند، افغانستان جزء حوزه اقتصادی خود میبینند و من خاطرم هست که سرمایه گذاری کردن. سیاست سنتی از اینها متکی به رابطه خوب با دولت مرکزی هست. بحث دوم، پاکستان ستیزی یا محور پاکستان در سیاست خارجی و نگاه این کشور به افغانستان است. اینا اگر از یک طرف و دنبال از این هستند که کشور دوست در افغانستان برشان وجود بیه، از طرف دیگر هم در حد اقلش خواهان یک کشور بی‌طرف هستند، اما به هیچ صورت اینا تحمل نخواهند کرد که اگر یک کشور دوست به صورت یک جانبه به نفع پاکستان در افغانستان به وجود بیاید به دلایل خصومت تاریخی که ما بین دو کشور وجود دارد. عنصر سوم، او در واقع رابطه هند به امریکا و جهان آزاد است که در اونجا امریکا از این که نگاه استراتژیک خود به هند پس از جنگ سرد تغییر داده و ایره به عنوان یک متحد استراتژیک بالقوه خود میبینه و در عرصه های مختلف داره رابطه خود با این کشور عمیق میسازه، چه در محور مهار چین هست، چه در محور حمایت این کشور بسیار بزرگ و پرنفوذ از اصل لیبرالیسم و دموکراسی هست و چه در محور رابطه این کشور با جهان آزاد از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی و ارزشی است. و از جانب دیگر هم چیزی که مهم است که این رابطه را در افغانستان عمیق می‌سازد، سیاست ضد ترور و رادیکالیسم امریکاست در منطقه و به مخاطر از قرارداد استراتژیکی که ما بین هند و امریکا
امضا شده است در این قرار داد، همواره اون ماده که هندی ها در تقویت سکتور امنیت افغانستان و تقویت ثبات در افغانستان نقش داشته باشند از جانب این دو کشور توافق شده. بناهن یک، نگاه هند به افغانستان نگاه یک کشور دو تا کشور مستقل است، دو، نگاه مهار پاکستان است و سه هم در چارچوبات روابط هند با جهان آزاد. شما چه فکر می‌کنید که کدام یک از این محورها بیشتر می‌چربه بر سیاست خارجی هند در قبال افغانستان؟ اساسا از زمانی که جنگ ما بین هند و پاکستان به وجود آمده، این سیاست حداقل دو بند اولش همزمان جریان داشته، اما بحث تروریسم از اینکه بعد از 2001 به وجود آمده این رابطه را بیشتر تقویت کرده. فعلا نگاه هندی ها بر این کشور نگاه امنیتی است و اقتصادی است و در این چارچوبات به همون خاطر است که اینا از یک طرف در معادن سرمایه گذاری میکنن و از طرف دیگه هم در سکتور امنیت در افغانستان دارن سرمایه گذاری میکنن. البته این به عنوان از اینه که همانند کشورهای بسته مشخصا سر نهادهای دولتی سرمایه گذاری میکنن، ما میبینیم که سالانه صدها بورسی تحصیلی دارن و اینا بیشتر میخواین که در ایجا در سطح عام یک ذهنیت ضد پاکستانی و یک ذهنیت ارزشی غرب و جهان آزاد و هند محوری را در واقع در بین مردم افغانستان رشد بدند. در مورد امنیت افغانستان و سکتور امنیتی هم استراتژی از اونها متکی به دو اصل است: یک، حمایت نیروهای امنیتی و یا حمایت از روحیه دفاع نیروهای امنیتی از حکومت مرکزی و جلوگیری از تبدیل شدن از اونها به یک نیروی متمایل به پاکستان است. بنابراین دو تا اصل اینا در رابطه امنیتی خود میبینن: یک، ای که اردو را به عنوان یک نهاد مشروع حمایت بکنن و دو، جلوگیری بکنن از ای که گاهی اردو به نفع پاکستان عمل بکنن. شما چه فکر میکنید که آیا این چیزی که شما اشاره کردین که نگاه پن به افغانستان چی بیشتر در باره امنیتی، یعنی جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به یک حیات خلوت برای پاکستان هست، آیا این پیامد منفی بر افغانستان خواهد گذاشت یا نه؟ یعنی افغانستان، ما بالاخره با پاکستان همسایگی داریم و ناچار هستیم اگر همسایگی پاکستان زندگی بکنیم و گریزی از این نیست. اگر افغانستان نتانه تعادل در این زمینه حفظ بکنه و تحت تاثیر سیاست های هند قرار بگیره، به نظر شما افغانستان در زمینه آیا زیان نخواهد دید؟ سه نقطه را از صحبت های جناب شما من استنباط کردم که به هر سهش می پردازم. یکی در واقع سیاست متعادل دولت افغانستان است که وابسته به هیچ یک از کشورها نشه، که در خور تقدیر است و این جزو از مهارت های هنری سیاست خارجی افغانستان خواهد بود که چگونه از منافع مشترک کشورها به نفع افغانستان طور استفاده می کند که دیگری را بر ضد خود تحریک نکند. مورد دوم، بحث اتکای شما سر استراتژی پاکستان محور هندی ها بود که، و سوم هم فرمودین که اعذاب متمایل یا جنایت متمایل به پاکستان در اینجا وجود ندارد. عرصه اصل درست است. اصل اول جواب گفتم در این دو مورد. برای هندوستان تنها پاکستان به صورت یک کشور دشمنش مطرح نیست، بلکه اگر در افغانستان یک بی انتظامی ایجاد شود، فرصت و جغرافیا برای تندروا و افراطیایی به وجود میاد که از یک طرف خارج از استقامت و کانال پاکستان هم هند رادیکالایش حمایت میکند و از طرف دیگه هم این عکس العملی به صورت عکس العملی احتمالاً که نه احتمالاً که یقیناً سبب تقویت هندویزم رادیکال هم میشه. به این اساس این در چارچوبات مقابله از اونها با افراطیت و جنگ علیه تروریسم هم میگنجه و در چوکات مخالفتشون با پاکستان هم میگنجه. جناب آقای ملل، شما چه فکر میکنین که گفتین یک نگاه هند به مسئله افغانستان هم نگاه امنیتی و کنار از او یک نگاه اقتصادی داره؟ ما میبینیم در افغانستان در زمین های مختلف سرمایه گذاری کردن از جمله معدن حاجی گک. در پهلوی از رقیب بسیار عمده منطقه‌ای هند که چین است، او هم در افغانستان نگاه اقتصادی داره. شما به این قضیه چگونه نگاه میکنین؟ آیا افغانستان در آینده
میدان رقابت بین دو کشور خواهد بود یا میدان همکاری و البته رابطه دو کشور در سطح جهان، در سطح منطقه، نه این منطقه صرف جنوب آسیا بلکه آسیا پسیفیک و خاورمیانه اثرگذار خواهد بود سر رابطه بعدی هند و چین و افغانستان. البته احتمالات هم مخالفت است و هم همکاری و این مربوط به این میشه که هر یک از جوانب به صورت انتزاعی چی کاری را میکنند. یک احتمالی است که افغانستان حوزه همکاری هر دو قدرت شود و احتمال دیگرش هم است که حوزه رقابت شود و این بستگی به عوامل متعدد و خارج از افغانستان دارد. مثلا رابطه ایران با هند و چین چگونه انکشاف پیدا میکند و نگاه چین به افغانستان چگونه میباشد. آیا از چوکات تعقیب و دنبال روی سیاست نظامی های پاکستان با دنبال یک عمق است و یا نه به شکل یک قدرت در حال ظهوری که احساس مسئولیت میکند. این بناهن فعلا نمیشود و یقین گفت که این دو قدرت چگونه به افغانستان نگاه میکند. وضع موجود ما یک رقابت جدی را نمیبینیم. چرا؟ افغانستان بر هر دو کشور تاوان زیاد دارد و هیچ یک از این دو قدرت حاضر نیستند که در افغانستان سرمایه بگذارند که برای از اونها پرخرج بوده باشه. بنابراین ما در وضع موجود میبینیم که اگر یک معدن یکش استخراج میکند، معدن دیگری را هم دیگرش. اما در مجموع تکامل اوضاع احتمالاً در جنوب و آسیای میانه به سمت همکاری بره تا به سمت تقابل. و قابل یادآوری است که نگاه اقتصادی هند به افغانستان نه صرف سرمایه گذاری سر به افغانستان است، بلکه دسترسی هند به آسیای میانه است و به این که بتواند از منابع او هم استفاده بکنند. بنان رابطه دو تا کشور چگونه میشه؟ تحولات در کشورهای کوچکتر خاورمیانه و آسیا پسیفیک و جنوب آسیا چگونه میشد و رابطه روسیه و چین چگونه در آسیای میانه تعریف میشد؟ اینا از عوامل تاثیرگذار در آینده خواهد بود. بسیار خوب، بحث پس از یک وقفه کوتاه با هم دنبال میکنیم. بینندگان عزیز، پس از یک وقفه کوتاه با هم خواهیم بود. با ما باشید. با سلام مجدد جناب آقای بریالی، شما نگاه داخلی در هند به قضیه افغانستان چگونه میبینید؟ در مجموع میشود به روی عامه در هند به دو گونه نگریست. یک بر محور نگاه امنیتی به قضیه افغانستان، دو بر محور نگاه داخل محور هند. اونایی که افغانستان رو به عنوان حوزه امنیتیشان تعریف میکنن، مشخصا این جناها چه در داخل دولت چه در خارج دولت به صورت قاطع خواهان حفظ حضور هند و جلوگیری از تقویت حضور پاکستان در این کشور هستند. اما تعداد دیگری که بیشتر به مشکلات و فقر 36% این کشور نگاه میکنند، اونا برداشتشان نیست که افغانستان ارزش عزیز نداره برای هند که بیشتر در اینجا وارد یک عمق شود که برایش امکان برگشت نداشته باشد. این در مجموع. اما احزاب مختلف هم نگاه های متفاوتی دارن. دو حزب کانگرس و بی جی پی، حزب کانگرس یک نگاه محافظه کارانه تر دارد، در حالی که بی جی پی که در واقع هندوهای رادیکال تر هستند، اونا نگاه جدی تری دارن. البته تاریخ حدود 10 تا 15 سال آخر از این که کمتر از 10-12 سال آخر از این که کانگرس حاکم بوده، این نگاه بیشتر محافظه کارانه بوده و کوشش کردند که وارد عمق افغانستان نشوند که در اصول از سبب تحریک پاکستان شود یا قدرت های دیگر. اما اگر بی جی پی که احتمال به قدرت رسیدنشان هم ناممکن نیست به قدرت برسه، احتمالا اونا جدیت بیشتری را در افغانستان بخرج بدن. بنابراین در وضع موجود حزب کانگرس سیاست متعادل تری را دنبال میکند و این رابطه را بیشتر مردم و پس از آزاد شدن مطبوعات در واقع شناخت دارن ازش. بسیار خوب، نگاه شما چه فکر می‌کنید که نگاه هند و نیروهای امنیتی افغانستان با توجه به اینکه در سفر اخیر رئیس جمهور کرزای پیش از او سفر قبلی هم بحث تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان مطرح شده بود، یعنی معلوم میشه که هندی ها یک چراغ سبز نشان دادن به افغانستان که نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت بکنن، باور شما چی هست؟ تحلیل شما چی هست که این نگاه در
اگر نتیجه انتخابات سال بعد در هندوستان با گونه دیگه رقم بخوره و حزبی که حزب رقیب حزب کنگره به قدرت برسه، آیا این نگاه تغییر خواهد کرد؟ اولی که ایره با جواب بتیم که نگاه سنتی هندی ها در برابر تهدیدات چگونه است. سیاست خارجی هند و سیاست دفاعی هند یک سیاست محافظه‌کارانه بوده و به مخاطر است که در 1962 مثلا یک بخش بزرگ از جغرافی های خود در برابر چین از دست دادن، اما در همونجا به آتش بس پرداختن. و یا هم ما میبینیم که پس از جنگ سرد نفوذ هند در کشورهایی که در مجاورت کشور هستند داره تضعیف میشه و چینایی ها دارن او جایگاه را و دست میارن، در حالی که ما میبینیم که عکس العمل هندی ها در این قسمت بیشتر محافظه کارانه بوده. مثلا در نیپال در گذشته رابطه سنتی فرهنگی که ما بین دو کشور وجود داشت دولت طرفدار هند بود، اما میبینیم که ماویستا سرانجام حالا اکثریت در حکومت دارن و چینایی ها هم دارن هایوی های خود در واقع سرک های کلان خود وصل میکنند به او کشور. یا مثلا در سریلانکا هندی ها حضور قدیمی داشتن، اما میبینیم که حالا این رابطه ها بیشتر به نفع چینایی ها رقم خورده و اونا هم حاضر هستن پایگاهی برای تحت البری های چین بدن. یا هم همینطوری در مالدیف یا مثلا در بنگلادش که در استقلالش هندی ها بسیار نقش داشتن، حالا اونا سیاست های متمایل به چین داشتن. در مورد که عکس العمل هند زیاد از خود بروز نداده، تراز تجاری اونها به مراتب بیشتر از هند رقم خورده و کشورها نیروهای امنیتی خود هم به واسطه تسلیحات و آموزگارهای چینی بیشتر در واقع تجهیز میکنند. اما در مورد پاکستان و استثنای دو جنگ 60 و 70 ما میبینیم در 1999 در غایله کارگیل پاکستانی ها دست بالا داشتن، ترستا را وارد خاک ازو کردند و در نقاط بلند آکسای چین جا به جای کردند و در اوجه هم یکی دوتا تیاری هندی را هم سقوط دادن، هلیکوپترهایش از بین بردند و در حالی که این جنگ به آتش بس انجامید. بعدش هم قبل برو در سال 99 هم یکی از تیارات مسافربری هند رادیکال های طرفدار پاکستان اختطاف کردند، اما هند انتقامی از پاکستان نگره. بعد حمله سر پارلمانش و همینطوری هم بحث بمبئی. هندی ها بنان به دنبال از این هستند که قبل از اینکه به دنبال انتقام بوده باشند به دنبال مصالحه هستند. این نگاهشون در افغانستان هم شامل است. نگاهشون در افغانستان نگاه یک ناظر بی‌طرف نخواهد بود، اما به عنوان یک کشور محوری هم در سیاست امنیتی کشور درگیر نخواهد شد. چرا؟ معذرت میخواهم. به دو تا دلیل. یک دلیلی که اینا نمیخواهند جغرافی های تهدید از افغانستان به خاک هند انتقال شود که در او صورت خطر درگیری هستوی ما با این خودت وجود میاد، و از جانب دیگر هم این رابطهشان در چوکات رابطشان با غرب است و او در سوالی هست که نمیخوان منافع مستقلشان هم مورد تهدید قرار بگیره و خود نمیخوان به عنوان دنبال روی آمریکا هم نشان بدن. در نقطه که در آخر اشاره فرمودین بعید به نظر میرسد این نگاه توسط بی جی پی هم تغییر بکند. احتمالاً اونا هزینه های بیشتری را، بودجه های بیشتری را برای تقویت بخش غیر مهلک اردو و نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص بدن یا هم در عرصه حکومت سازی به کمک دولت افغانستان بپردازن، اما اونا هم به دنبال از این نیستن که این تهدید بیاید در خاکشون، چه به شکل تروریستی، چه در مثلا شهرهای بزرگش و چه هم به شکل عملیات جنگی از جانب کشمیری ها بر کشور. بنان ما شاید تغییر بسیار گسترده نخواهیم بود، اما یک تغییر خواهد بود. در 2001 هم بی جی پی حاکم بود، اونا بودجه اختصاص دادن به حمایت دولت افغانستان و یک مقدار مواد ارتزاقی هم فرستادن و قبل بود در جریان مقاومت هم اونا نقش داشتن، اما این نقششون هیچ وقت در حدی نبود که در واقع به تسلیحات توجه بکنن، بیشتر نقش اقتصادی داشتن و نقش حمایت از لوجستیک غیر محارب و این دوام خواهد داد. البته با هزینه بیشتر و در روابط دیپلماتیکشون بیشتر پاکستان زیر فشار خواهند قرار داد و در عرصه اقتصادی بیشتر زیر فشار قرار خواهند داد، اما این نهی به قیمت ازی بوده باشد که تقابل ما بین دو تا قدرت. پس می خوشبینی که برخی ها در افغانستان دارند که
اگر رئیس جمهور کرزی او همکارای جهانی خودش برای تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان از دست بده، به دنبال پیدا کردن دوستای منطقوی است از جمله هند، یک امید برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ جنگ افزارهای سبک و نیمه سنگین وجود دارد، پسی به نظر شما نگاه خیلی خوشبینانه است؟ البته همونطوری است. هند میزان کمک های خود خیلی بیشتر از گذشته نخواهد ساخت و در قضیه افغانستان هم خیلی بیشتر از گذشته وارد نخواهد شد و این نقد دنبال نقش بازی کردن نقش محوری در امنیت افغانستان نخواهد بود. با دلایلی که بیشتر گفته شد، یک به دلیل اینکه کشور بزرگ و نمیخواهد دنبال روی آمریکا باشه و از اون مهمتری که نمیخواهد سبب تحریک پاکستانیا شود. به این اساس پس ما شاید یک تغییر بسیار زیاد نخواهیم بود. سیاست هندی ها حمایت لوجستیکی و آموزشی از نیروهای امنیتی افغانستان هست و نه بازی کردن یک نقش محوری که او جایگزین نقش امریکا شود. نه اراده و نه ای ظرفیت هیچ کدام از این در دولت هند وجود ندارد و هیچ حزبی هم میره به سادگی نمیتواند تغییر بده. فراموش نکنیم که کشورهایی که قدرت‌های بزرگ هستند به سادگی استراتژیشان تغییر نمیکند. اگر گروهی یا فردی به دنبال از این که هندی ها را جانشین امریکا بسازد، به نظرم سیاست معقول و عملی نیست. او کشور مشکلات خودش داره و ظرفیت محدودی هم در قضیه داره. چنانچه فراموش نکنیم که در ابتدا هم گفتیم این نگاهشان در محور رابطشان با امریکا هم قابل ارزیابی است، غیر از دو بحث پاکستان محور و دو تا دولت مستقل. ببینیم که سفر قبلی آقای کرزایی که در ماه می در اونجا صورت گرفت، هندی ها جوابی نگفتن مگر پس از سفر آقای جان کری وزیر خارجه امریکا. در او وقت بود که وزیر خارجه هند گفت که ما نمی خواهیم که نقش محوری را در این کشور بازی کنیم، بازیگرهای دیگری در اونجا وجود دارد و ما به دنبال از این نیستیم که تسلیحات مهلک به اختیار افغانستان قرار بدیم. قابل یادآوری هم است که حتی اگر هندی ها بخواهند نقش بیشتری را بازی کنند، این نقش بیشتر به بعد دولت آقای کرزی خواهد بود، نه با این دولت. چرا که حکومتی که چند ماه بیشتر از رسمیتش باقی نمانده، اگر امروز به تقاضای زو هند جواب خوشبینانه بده، در اون صورت حکومت بعدی بیشتر از او تقاضا میکند. بنان اگر آقای کرزی مصاحبه داره یا تیم از او حرفی در جهت دارد، به نظر ما بیشتر جنبه سیاسی دارد و این عملی نیست. هندی ها به هیچ صورتی حاضر نخواهند بود که به عنوان یک محور عمل کنند. البته به صورت عملی هم مقدور است که اگر آقای کرزی و تیمش این ابتکار عمل می داشتند، می توانستند هند جزوی از کلکتیو های حمایت تسلیحات و لوجستیک افغانستان بسازند و او در چارچوبات رابط افغانستان با غرب می شود. مثلا اگر یک هزینه به وجود می آوردند که تسلیحات متعارف به افغانستان کشورها کمک می کردند، هند شاید می تانست که پول زیادی را در اونجا به نفع افغانستان در کنار دیگر کشورها قرار بده، اما دو جانبه به این صورتی کار نخواهند کرد. بینون آخرین پرسش می خواهم دیدگاه شما را بفهم که در این سیاست رئیس جمهور کرزی، شما همون گونه که اشاره کردین به سفر مهمی آقای کرزی به هند، حتی هندی ها حاضر نشدن در این زمینه به صورت واضح روشن صحبت بکنن، اما آقای کرزی در فرودگاه دهلی به خبرنگارا گفت که ما فهرست تسلیحات به هند سپردیم و اینا باید با ما کمک بکنن و میخوان کمک بکنن. فعلا هم منظورتون نیست که هدف سیاسی آقای کرزی چی است؟ آقای پس از این دنبال چی است؟ تبلیغات دنبال چی است؟ چی میخواه بگرد؟ اساسا آقای کرزی بیشتر هدفش هدف سیاسی است. آقای کرزی در اواخر ماهای رسمیتش قرار دارد، میخواهد از لحاظ روانی خوش به عنوان یک قدرت، یک رئیس جمهور پرقدرت نشان بدهد که او دنبال ظرفیت و کارگیری آلترناتیف هایی را در مقابل امریکا و غرب برخوردار است و میخواهد نشان بده که در حالتی که خود به انزوا کشانده شده در سطح ملی و در سطح بین المللی این دستاورد میتونه داشته باشه. به نظرم هندی ها حاضر نخواهند بود که نقش امریکایی ها را یا اراده امریکایی ها را، منافع امریکایی ها را که خیلی هم مشترک است در افغانستان، به چالش بکشند. و دو، در مورد از این که
آیا بخواهند تسلیحات در اختیار دولت بدن؟ ابدا نخواهند داد به خاطر پاکستان. و همین امروز هم سخنهای مشاور صدر اعظم پاکستان خواندم که اونا مشخصا گفتند که هند و ایران میتونن دولت کمک کنن، اما نمیتونن که گروه ها را حمایت کنن. او در واقع اشارت واضحشان هست که ما در این مورد عکس العمل نشان خواهیم داد. بنان آقای کرزی به دنبال یک بهره‌گیری سیاسی است و این معادلات به سادگی در سطح منطقه و جهان تغییر نمیده. برای انزوای آقای کرزی کافی است به عکسی که ایشان در مراسم تدفین و تدلیل از تاریخ مبارزات نلسون ماندلا شرکت کرده نگاه بکنین. در یک جای تنها نشسته و هیچ یک از سران کشورها هم حاضر نشدند که به همراهش مصافحه بکنند و در سطح داخلی هم برای انزوایش کافی است و بحثای لوی جرگه برسیم و ببینیم که جز یک تعداد بسیار محدود در حول هوشش هیچ کسی از این تعلیق و طولانی ساختن قرارداد استراتژیک حمایت نمی کنه. و اگر آقای کرزی امروز تشخیص کرده که هند نقش تاریخی در افغانستان میتونه بازی کنه یا جمهوری اسلامی ایران اشتباه کرده، فرصت های زیادی بود که با ایران باید همکاری صورت میگرفت. متاسفانه هزار دو طرفی فرصت ها را از دست دادن و حالا که اگر احیانا آقای رئیس جمهور به دنبال یک قرارداد طویل مدت است، بیشتر جنبه عکس العملی دارد تا یک جنبه سازنده. بسیار خوب، با اظهار سپاس از حضورتان در این بحث امشب، ما بینندگان عزیز شما را هم تا بحث دیگر و برنامه دیگر با خداوند یک دوام می‌سپاریم. خدا نگهدار.